بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما شاگردان عزیز. خدا کنه که همگی سالم و صحتمند باشین. به یک دیگه از جلسات مضمون کیمیای صنف دهم خوش آمدین. در جلسات گذشته ما در مورد مسائلی که خونده بودیم در مورد تئوری اتمی بور بود و همچنان بعضی از فرمول هایی که حالت انرژیکی الکترون و همچنان سرعت از او و همچنان شعاع اتم نشان میداد ما شما اونا رو ثبوت کردیم و دریافت کردیم. در مبحث امروزی ما شما روی تئوری معاصر اتم ان شاء الله بعض مباحث رو میخوانیم که در تئوری معاصر اتمی اصل و اساس از چی بوده، به چه خاطر اساس گذاری شده و همچنان در ادامه اساس گذار تئوری معاصر اتمی کدام دانشمند بوده. خب همون قسمی که ما و شما تئوری اتمی نیلز بور خوندیم، در سال 1913 میلادی دانشمند به نام نیلز بور اساس یک تئوری گذاشت که به نام تئوری به نام خود از او یاد میشه، یعنی تئوری نیلز بور یا تئوری بور. به اساس تئوری از او چند قضیه اونجی مطرح شده بود که در او یکی از مسائلی بود که سرعت و انرژی الکترون متحرک به دور هسته اتم قابل اندازه‌گیری میباشه و زمانی که یک الکترون در مدار معین حرکت میکنه و یا چرخش میکنه نه انرژی جذب میکنه و نه هم آزاد میکنه. و مبحث دیگه ای که اگر الکترون مدار خود خود تغییر میده، با تغییر مدار الکترون میتونه که انرژی جذب یا هم آزاد بکنه، طوری که به نزدیک هسته اگر نزدیک شد انرژی آزاد میکنه و به دورتر از هسته انرژی رو باز جذب میکنه. خب این تئوری بود که دانشمند به نام نیلز بور اساس گذاری کرده بود. بعدها دانشمندا بعد از تقریبا 10 سال طول کشید همی تئوری یا نظریه ازی که خب تحقیقات روی تئوری ازی ادامه داشت تا ای که به این نتیجه رسیدن که تئوری ازی تنها و تنها برای اتم هایی که یک الکترونی باشه مثل اتم هیدروژن صدق میکنه، بلکه به دیگه اتم ها باز این صدق نمیکنه. به او خاطر میخانیک کوانتومی و یا هم تئوری معاصر اتمی اساس گذاری شد که طبق این تئوری در سال بین سالهای 1920 و 1930 میلادی در فیزیک نظری به اصطلاح دو سوال به وجود آمد که این سوالها توسط تئوری اتمی بور جواب داده نمیشد. یکی از این سوالها همون رقمی که در سلاید شما میبینین این بود که سوال اول مربوط به دو نظر مختلف در مورد طبیعت نور که آیا نور طبیعت نظریه موجی و طبیعت فوتونی نور بود که آیا نور خود از او طبیعت موجی داره یا میتونه بگیم به شکل تموجی حرکت میکنه و یا هم شکل ذرات یا فوتونی میتونه داشته باشه. این سوال هنوز حل نشده بود و دقیقاً این مشخص نمیشد کرده از رو تئوری خود دانشمند به نام نیلز بور. و سوال دومی که خود عبارت از پدیده کوانتومی یا مقدار معین نور بود، نور و انرژی بود که او به اصطلاح او هم در خود مکانیک نیوتن میتونیم او رو هم به اصطلاح دخیل بسازیم چون نیوتن هم در این مورد نظریات گفته بود. خب به هر صورت دو سوال مطرح شد. سوال اولی که خود نور به شکل موجی و یا هم به شکل فوتونی یا ذروی وجود داره یا حرکت میکنه و نظری دومی که در قسمت مقدار معین خود نور آیا میشه که ما شما مقدار معین یا همو کوانتوم نور یا مقدار نور و انرژی که از اتم ها پخش میشه ساطع میشه هم میتونه ما اندازه‌گیری کنیم یا نه. خب تئوری معاصر اتمی آماد این سوال این دو سوال پاسخ داد. اولی که خود به اصطلاح نور خواص موجی هم میتونه دارا باشه و هم خواص ذروی دارا میتونه باشه و همچنان آمدن دانشمندا در مورد ای که مقدار نور و یا میتونیم بگیم کوانتوم از او خود نمبرهای کوانتومی ایجاد کردم که نمبر کوانتوم های اصلی فرعی مغناطیسی و اسپین میباشه. در ادامه همین جلسه یا هم در جلسه بعدی یک تعداد از اونها رو انشاءالله ما و شما مطالعه میکنیم. به هر صورت پس بنابراین در مکانیک کوانتومی یا تئوری معاصر اتمی این دو سوال مورد بررسی قرار گرفت و اکثرا در مورد تئوری ای که نور طبیعت موجی داره یا ذروی سوال های مطرح شد که ما شما طبیعت موجی و ذروی نور رو داریم که در سلاید بعدی شما میبینین که اینجی توضیحات از او هست. اولین کسی که در قسمت مکانیک موجی معاصر قدم مثبت گذاشت دانشمندی به نام دی بروگلی می باشه در سال 1924 میلادی که آمد اساس تئوری معاصر اتمی گذاشت یا همو طبیعت ذروی و موجی نور می باشه که اساس از اینا رو گذاشت
و اگرچه قبل از این دانشمندا به این عقیده و نظر بودن که تشعشعات الکترومغناطیسی عبارت از پدیده های موجی مطلقه، یعنی به این معنا که نور تنها به شکل تموجی یا موجی حرکت میکنه، دانشمندا به این عقیده بودن. اما خود دانشمند به نام انشتاین این خاطر نشان ساخته بود که در بعضی از تجارب از او موج های الکترومغناطیسی خاصیت ذروی یا فوتونی هم از خود خو نشان میدهند. این نظریه گفت، یعنی به این معنا که تقریبا نظریه از این بود که نظریه انشتاینی که هم میتونه نور طبیعت موجی داشته باشه به شکل تموجی حرکت میکنه و هم میتونه خاصیت ذروی داشته باشه، ولی این نتونست که 100% ثابت بسازه. این بود که دانشمند به نام دیبروگلی تونست که موفق به واضح ساختن این قضیه بشه که نور هم میتونه طبیعت موجی و هم طبیعت ذروی داشته باشه. به اساس نظریه یا همو تئوری دیبروگلی، نور طبیعت دوگانه موجی و ذروی داره، یعنی میتونه هر دو حالت رو داشته باشه، که ما شما اینجا فرمول های هم داریم این قضیه میتونه واضح تر بسازه برای ما شما. ببینین در تئوری معاصر اتمی یا میتونیم بگیم طبیعت نور، خود نور به خاطر از این که نور بخشی از اتم ها یا میتونیم بگیم که مرتبط مستقیما مرتبط به اتم ها میباشه، اتم ها میتونن که انرژی جذب یا هم آزاد بکنن. انرژی که اتم ها آزاد میکنن به شکل نور میباشه و نوری که از اتم ها پخش میشه هم میتونه شکل موجی و هم میتونه شکل ذره‌ای داشته باشه. پس طبیعت نور نظر به نظریات دیبروگلی میتونه دو حالت باشه، هم میتونه طبیعت موجی باشه و دوم میتونه طبیعت ذروی باشه، ذروی یا فوتونی برای ازی میگن. خب برای حالت موجی نور اگه خواسته باشه ما طول موج اشعات یا نوری که از اتم ها پخش میشه ما این طول موج دریافت بکنیم، میتونیم که ما و شما از فرمول یا معادله خود دیبروگلی استفاده بکنیم که لندا مساوی میشه به H بر MV. از این رابطه ما شما میشه که طول موج یک ذره دریافت بکنیم، مخصوصا ذرات کوچک مثل الکترون ها، پروتون ها و نیوترون ها، طول موج از اونها میشه که به اساس از این رابطه دریافت بشه، و یا هم میتونیم که ما شما طول موج خود فوتون ها دریافت بکنیم. به هر صورت و حالت ذروی از اون میتونیم که به اساس معادله پلانک دریافت بکنیم، این مساوی میشه به H ضرب نیو به اساس این رابطه. در معادله بالا ما شما میتونیم که حالت تموجی یا موجی نور را نشان بدیم، حالت موجی نشان میده. در معادله دومی پایینی حالت فوتونی نشان داده میشه، حالت فوتونی یا میتونیم بگیم ذروی نور نشان داده میشه، حالت ذروی نور نشان داده میشه. که به اساس این معادلات ما میتونیم هم انرژی هر کوانت یا هر ذره یا هر فوتون رو میتونیم که به اساس از این دریافت بکنیم، و طول موج هر ذره هم به اساس از این رابطه بالایی میتونه ثابت بشه. به هر صورت ما یک مثال هم به کتاب شما هست، به قسمت فعالیت ما و شما داریم، خدا کنه که همگی کتاب‌ها رو به دسترس داشته باشیم شاگردای عزیز. اون مثال ما میخوایم که به این قسمت کار کنیم ما و شما. در مثال آورده که خود سرعت الکترون هیدروژن به اندازه 200 کیلومتر بر ثانیه می باشه. حالا شما طول موج از اون دریافت کنیم، همون قسمی که گفتم، یعنی طول موج الکترون، پروتون و نیوترون ما شما میتونیم که به اساس از این رابطه دریافت کنیم. اما به خاطر از اینکه خود الکترون ها معمولا در اطراف هسته اتم میچرخن و سرعت حرکت ناصری میتونن موج تشکیل بدن، پس بنابراین خود الکترون ها بیشتر قابل بحث و بررسی می باشه. خب مثالی هم گفته شده برای ما شما که طول موج اتم هیدروژن، الکترون اتم هیدروژن را شما دریافت کنین، در صورتی که سرعت از این، یعنی V مساوی به 2200 کیلومتر بر ثانیه باشه. خب به اساس فرمولی که ما به این قسمت داشتیم، لمدا مساوی میشه به H بر MV. این فرمول ما رو به اساس این فرمول ما میخواییم که او سوال که مطرح شده، یعنی سرعت الکترون داده شده، طول موج ما دریافت بکنیم. در این فرمول، در این معادله خود H ثابت پلانک میباشه که یک عدد ثابت 6.63 ضرب در 10 به توان منفی 34
جول ضرب سکند می باشه. و ام کتله الکترون، کتله الکترون 9.11 ضرب 10 به توان منفی 31 کیلوگرم می باشه. و وی یا سرعت هم که قیمت رو برای ما و شما گفته. حالا ما به این فرمول قیمت میگذاریم و میتونیم که طول موج دریافت بکنیم. البته ناگفته نمونه که به این قسمت ما و شما باید که واحدات به واحدات اساسی یا اصلی تبدیل کنیم، از آف و ایزار یعنی باید تبدیل کنیم. اینجا کیلومتر داریم، باید ما و شما به متر تبدیل کنیم. برای تبدیل از این واحد ما و شما 2200 کیلومتر داریم، کیلومتر بر سکند، که میتونه ما و شما نوشته کنیم 22 ضرب 10 به توان، این 10 به توان 2 میشه، 10 به توان 3 همی میشه، 10 به توان 5 متر بر سکند یا ثانیه. یعنی میتونه ما و شما این عدد رو جایگزین بکنیم به عدد وی یا سرعت که اینجا داریم. پس قیمت وی این قیمت ما و شما به اون معادله جایگزین میکنه، لندا مساوی میشه به قیمت اچ ما و شما داریم، قیمت H 6.63 ضرب در 10 به توان منفی 34 جول ضرب سکند، ضرب سکند در مخرج هم است M کتله یعنی 9.11 ضرب در 10 به توان منفی 31 کیلوگرم. و همچنان سرعت ما شما داریم، قیمت رو قسمت پیدا کردیم، 22 ضرب 10 به توان 5 متر بر ثانیه شد. 22 ضرب 10 به توان 5 متر بر سکند سرعت. طول موج مساوی میشه یا لندا مساوی میشه به، خب به این قسمت واحدات همه به هم خلاص میشه، یک متر باقی میمونه. از تجزیه واحدات خود شما میفهمین، جول مثلا نیوتن ضرب متر میشه و نیوتن خود از او کیلوگرم ضرب متر بر سکند مربع میشه. خلاصه همه واحدات به هم خلاص میشه، واحد آخری متر میمونه در قسمت صورت. 6.63 پس خود از اون ما اینجی نوشته میکنیم، 6.63 ضرب در 10 به توان منفی 34 واحد آخری متر باقی میمونه. 9.11 ضرب 10 به توان منفی 31 و با این عدد ضرب میشه با 22. یعنی ما اگه این دو عدد با همدیگه ضرب کنیم، خود 9.11 ضرب 10 به توان 22 2.42 میشه. خب در مخرج ما شما داریم 200.42 ضرب در 10 به توان 10 به توان منفی 31 و 10 به توان 5 داریم. از 31 که 5 کم کنیم ما شما 10 به توان منفی 26 دیگه باقی میمونه. خب حالا اگه ما شما اعدادی که در این قسمت به دست آوردیم با هم دیگه تقسیم میکنیم اونار که نهایتا وقتی ما عدد 6.63 تقسیم 200.42 کنیم میتونیم خانه های اشار رو به هم اختصار کنیم، اینا خلاص کنیم، اینا به هم خلاص میشن. بعد تقسیم میکنیم 0 اشار کم بازم 0 دگه 66300 و 200000 تقسیم نمیشه، 0 دگه شد 663000 تقسیم 20000 و معذرت این قسمت ما شما عدد 20200 داریم. پس بنان یک خونه این قسمت کفایت میکنه، 66300 66300 داریم ما شما. خب 3 این قسمت ضرب میکنیم تقریبا 3.3 میشه، جواب از 3.3 میشه، لمدا مساوی میشه و 0.33. از تقسیم از این دو عدد هم میتونه ما شما 10 به توان منفی 34 داریم و 10 به توان منفی 26 داریم، 10 به توان منفی 8 دیگه در قسمت صورت باقی میمونه. پس بنابراین این قسمت 10 به توان منفی 8
متر. پس طول موجی که برای اتم برای الکترون اتم هیدروژن دریافت کردیم 0.033 ضرب 10 به توان منفی 8 متر شد. یا میتونیم ما شما به روش علمی تر نوشته کنیم، معمولا برای خود طول موج ها معمولا از نانومتر و یا هم از انگستروم استفاده میکنم، که اینجا ما شما میشه از انگستروم از نانومتر کار بگیریم، یعنی میشه نوشته کنیم خود لندا مساوی میشه و 0.1 قسمت پیش بیاریم، یعنی 0.33 ضرب 10 به توان منفی 9 میشه 9 متر، به جای 10 به توان منفی 9 نانو میتونیم نوشته کنیم، یعنی لندا مساوی میشه به 0.33 نانومتر. این طول موجی که برای اتم برای الکترون اتم هیدروژن ما شما دریافت کردیم، پس طول موج الکترون اتم هیدروژن 0.33 یا 0.3 نانومتر می باشه. بر صورت پس به اساس فرمول های طول موج و فرمول های انرژی میتونیم که ما طول موج یک ذره، طول موج حرکت خود ذره معمولا ذرات فوتونی و یا هم الکترون دریافت کنه، و همچنان به اساس فرمول پلانک بود، یعنی ای مساوی به اچ ضرب نیو، به اساس از اون میتونیم که ما شما انرژی هر ذره هم یا هر فوتون هم دریافت بکنیم. یک قسمت اینجی معلومات اضافه ما شما داریم، یا توجه نمایید، یک قسمت داخل کتاب شما آماده. تاثیر ذرات کوچک مثل فوتون ها، الکترون ها، نیوترون ها و غیره دارای طبیعت دوگانه است. در بعضی از آزمایشات خواص ذروی و در بعضی دیگر آزمایشات خواص موجی آنها آشکار میشه. پس ذرات کوچک دارای خواص ذروی و موجی هر دو میباشند. اما قسمی که پیشتر گفتم برای شما، ما برای ذرات کوچک مثل الکترون ها، پروتون ها، نیوترون ها و همچنان فوتون ها میتونیم، و امثال از این ذرات که کوچک باشه، میتونیم ما شما همو طبیعت موجی و ذروی هر دو حالت برای از اینا مشاهده بکنیم. اما قسمی که در نمبرهای در قسمت تئوری معاصر اتمی یک چیز گفته شد، دو تا سوال گفتم طرح شده. یک سوال ای که خود طبیعت نوری که از اتم ها پخش میشه، خود طبیعت نور آیا به شکل موجی یا ذروی، که گفتم هر دو طبیعت یا هر دو خصوصیت داره، او خو واضح شد در این قسمت. و بحث دیگه ای که در قسمت مقدار نور یا مقدار انرژی که از اتم ها پخش میشه و یا هم مقدار خود نوری که به اصطلاح از یک محل به محل دیگه تغییر مکان میکنه و یا هم میرسه، این مقدار انرژی از این یا خود مقدار از این چگونه، که ما شما چیزی به نام نمبرهای کوانتومی داریم. نمبرهای کوانتومی چهارگانه تقریبا میتونه این قضیه برای ما شما واضح بسازه. همون قسمی که در عنوان ما شما داریم نمبرهای کوانتومی چهارگانه، یعنی اینا که اینا نمبرهای کوانتومی چهار عدد یا چهار میتونیم بگیم که چهار نوع می باشند، که هر کدام از اونو یک خصوصیت یا ویژگی از اتم برای ما و شما به نمایش میگذاره. بیشتر در قسمت خود الکترون ها می باشه. نمبر های کوانتومی چهارگانه، کوانتوم خود از او به معنای مقدار می باشه، که برای ما و شما حتما و حتما از چهار خصوصیتی که اینجا می خونیم، یعنی چهار نوع مقدار برای ما و شما از الکترون ها نشان میده. نمبر های کوانتومی چهارگانه به شکل یک نتیجه ریاضی که خود تبارز داده وضعیت انرژیکی الکترون اتم ها مشخص میکنه. این نمبر کوانتومی مطابق به نظریه بور دارای مفاهیم ناقصه، با وجود نواقص در تشریح وضعیت قرار گرفتن الکترون ها به دور هسته اتم کمک میکنه. اما قسمی که گفتم، یعنی اینا به شکل نتیجه ریاضیکی یا با فرمول ها خلاصه به دست میاد، شکل تقریبا تئوری داره، اما باز هم کمک کننده به تشریح خود وضعیت الکترون به اطراف هسته اتم میباشه. اولین نمبر کوانتوم اصلی میباشه. نمبر کوانتوم اصلی چی چیزی برای ما شما نشان میده، یا چی چیزی از اتم برای ما شما توضیح میده. خب نمبر کوانتوم اصلی چند تا ویژگی نشان میده. یکی از او جسامت ابر الکترونیه. ببینید زمانی که خود الکترون ها به اطراف هسته اتم حرکت میکنن، به خاطر که سرعت حرکت از اینا فوق العاده زیاد میباشه،
اطراف از اینا، اطراف هسته اتم، ساحه الکترون ها مثل یک قبار دیده میشه، مثل یک ابر دیده میشه، به او خاطر به نام جسامت ابر الکترونی یاد میشه. یعنی خود هسته اتم را اگه ما شما این رقم در نظر بگیریم، اطراف از این الکترون ها وقتی که سیر میکنن به شکل ذرات یا به شکل قبار دیده میشن. خلاصه به شکل یک قبار دیده میشن که این ما شما به نام جسامت ابر الکترونی میگیم. خود ابری که به وسیله الکترون ها ایجاد شده، همون جسامت ابر الکترونی میگیم. دوم، به کنار از این که جسامت ابر الکترونی نشان میده، شعای اتم را هم نشان میده. شعای اتم، شعا خود از او فاصله هسته تا مدار آخر را میگن، یا فاصله مرکز تا محیط دایره به نام شعای خود دایره یاد میشه. برای اتم ها اگر بگیم شعای اتم ها فاصله هسته تا مدار آخر، یعنی اگه ما شما این قسمت در نظر بگیریم، خود شعای اتم فاصله هسته تا مدار آخر به نام شعای اتم یاد میکنن، یعنی نشان دهنده شعای اتم هم میباشه. به علاوه میتونه که انرژی الکترون رو هم برای ما شما نشان بده، نشان دهنده انرژی الکترون. خود انرژی الکترون همون رقمی که در تئوری اتمی بور ما شما خوندیم، انرژی الکترون وابسته به فاصله از او از هسته تا به مدار آخر می باشه، یعنی وابسته به مدار از اونه که به مدار بالاخره نزدیک هسته یا دورتر از هسته قرار داره. هرچی نزدیکتر باشه انرژی او کمتره، و هرچی دورتر از هسته قرار داشته باشه انرژی او زیادتر می باشه. و نمبر کوانتوم اصلی به این نشان میدن، و این میتونه قیمت های از یک تا به هفته برای خود خود اختیار بکنه، یک دو سه تا به هفته. نمبر های کوانتوم اصلی میشه که، یعنی ما شما واضح تر بگیم، اما قسمی که در صنف های پایین تر شما خوندیم، خود نمبر های کوانتوم اصلی یعنی مدارهای اصلی، مدارهای اصلی که به اطراف هسته اتم در حال چرخشن، اینا رو به سمبول های K L M N O P و Q نشان میدن، که هر کدام از اینا تعداد مشخص از الکترون ها در خود خود جای میده، که باز انشالله قبلا هم اگر چه خوندیم، باز در درس های آینده ما شما سر از این باز انشالله بحث داریم. پس اینا نمبر های کوانتوم اصلی گفته میشن، یا مدارهای اصلی که در اونا جاییه که در اونا الکترون ها میتونه قرار داشته باشه و خط سیر و یا مسیر حرکت الکترون ها رو مشخص میکنه. اینا یعنی مدارهای یا نمبر های کوانتوم اصلی گفته میشه. به هر صورت اگر یک جنبندی درس امروز خود خودشته باشه، ما در جلسات بعدی انشاءالله در مورد نمبرهای کوانتوم فرعی، مغناطیسی و اسپین هم صحبت میکنیم، یعنی سه نمبر کوانتومی دیگه باقی موند. ما شما اگر جنبندی داشته باشیم، خود تیوری معاصر اتمی خوندیم که یا میخانیک موجی کوانتومی، که گفتیم اساسگذار از این دانشمند به نام دی بروگلی میباشه، که دو سوال در اینجا مطرح شده بود که تیوری خود معاصر اتمی به خاطر جواب دادن به دو سوال طرح شده یا اساس گذاری شده، یکی که خود مقدار نور چگونه اندازه‌گیری میشه یا چقدر میباشه، و یک دیگه هم طبیعت خود نور که به شکل موجی و ذروی میباشه. آیا کدوم یک از این دو تا درسته که واضح ساخته شد که یعنی هر دو میتونه طبیعت داشته باشه؟ و اساس گذار از این هم دی بروگلی بود، و گفتم ذرات مثل الکترون ها، فوتون ها و نیوترون ها و پروتون ها میتونن دارای طبیعت حرکت هم موجی و هم میتونه خود از اینا ذره هست، یعنی به شکل تموجی یا موجی میتونه حرکت بکنه. و همچنان نمبرهای کوانتومی چهارگانه گفتیم که با داشتن مفاهیم ناقص میتونه که وضعیت انرژیکی و قرار گرفتن خود الکترون ها در اطراف هسته اتم نشان بده، که چهار تا بودن نمبرهای کوانتوم اصلی، فرعی، مغناطیسی و اسپین میباشه. اصلی ما شما خوندیم، گفتیم که بعضی از ویژگی های خود الکترون به ما نشان میده، یک جسامت ابر الکترونی که الکترون ها چقدر جسامت اطراف هسته اتم میگیرن، دوم شعای اتم که چقدر فاصله هسته تا به مدار آخر وجود داره، و همچنان انرژی الکترون رو نشان میدن. خود از اینا هم هفت تا میباشه، یعنی همون مدارهای اصلی یا نمبر کوانتوم اصلی. خب شاگردای عزیز، در مباحث در جلسات بعدی ان شاء الله مباحث نمبر کوانتوم های مغناطیسی، اسپین و فرعی ما شما مورد مطالعه قرار خواهیم داد. تا جلسه بعدی که در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم و این موضوعات ما شما مطالعه خواهیم کرد، شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.